اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا خطاب به خانم هیلری کلینتون کرده گفت که آنها از تصمیم مبنی بر مداخله در سال 2001 حمایت میکردند، ولی سطح این حمایت را آنها نسبت به سایر مشاغل خارجی دیگر در حال حاضر نامتوازن میبینند و میگویند که نیاز به کاهش بودجه ایالات متحده میباشد. سناتور ریچارد لوگر از حزب جمهوری خواه در مورد چنین میگوید: مقامات گواهی میدهند که کشور یمن احتمالاً به عنوان یک منبع دهشت‌افگنی بر علیه منافع آمریکایی ها تلقی میگردد. علاوه بر این ما همه میدانیم که شبکه القاعده نسبت به افغانستان حضور گسترده در پاکستان دارد. با همان اندازه که مقصد ما مبارزه علیه تهدید دهشت افغانی در افغانستان است، ما باید توجه و تمرکز دوباره منابع را بر پاکستان، یمن، سومالیا و بخش‌های آفریقای شمالی و سایر نقاط دیگر نماییم. یک تن از سناتوران دیگر از حزب دموکرات میگوید که ایالات متحده با استفاده از سربازان زندگی آنها را به خطر میاندازد و همچنان ماهانه 120 میلیارد دلار را در یک ماموریت مشکوک و نامعین استفاده می نماید. I have a real skepticism about our mission in Afghanistan at this moment. واقعا اکنون من در مورد ماموریت ما در افغانستان تردید دارم. من به رهبری افغانستان اعتماد کامل ندارم، چه موضوع شایستگی کاری آنها باشد و یا هم صداقت آنها. من در مورد مصارف پول که در این کشور فقیر و عقب مانده می ریزیم نگرانم. هیلری کلینتون می گوید که طرح رئیس جمهور اوباما نیاز به زمینه سازی امنیت و خودکفا شدن نیروهای امنیتی افغان و یک راه حل سیاسی از این جنگ می باشد. United States has a broad range of contacts. ایالات متحده دارای تماس‌های گسترده در سراسر افغانستان و در منطقه می باشد. ما با اعمال نفوذ از این تلاش‌ها حمایت می‌کنیم. البته به شمول تماس‌های مقدماتی با اعضای گروه طالبان که این همه یک روند خوشایند محسوب نشده اما ضروری پنداشته می‌شود. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور اوباما خواست تا در مورد خروج سربازان البته به اساس شرایط در منطقه باید انعطاف پذیر باشد، ولی نانسی پلوسی رهبر اقلیت از حزب دموکرات خواهان کاهش سریع سربازان از منطقه می باشد. بسیاری از ما خواهان عملی شدن سریع این روند هستیم. I am generally supportive of the plan. با طور عموم من از این طرح پشتیبانی می کنم، البته به دلیلی که انعطاف پذیری کافی در روند خروج سربازان با در نظر داشت شرایط منطقه در آن دیده می شود. رئیس جمهور اوباما هین دیدارش با سربازان با روز پنجشنبه گفت که آنها امکان پیشرفت در افغانستان را زمینه سازی کردند. دلیلی که من این تصمیم را گرفتم این است که من میدانم که ما دارای بهترین نیروی جنگی در جهان هستیم و آنها قادر به انجام این ماموریت خواهند بود. قرار است این ماموریت با خروج 10,000 سرباز ایالات متحده در ماه آینده آغاز گردد که این روند تا آخر سال جاری ادامه می‌یابد. میرزا حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.